آرتور نامه رو به پیش بیو میبره. بیو نامه رو میخونه و میگه خدای من، اون میخواد تو تجمع اعتراضی حق رأی زنان شرکت کنه. اونا حتما میکشنش. آرتور بیا بریم. من بازم بهت پول میدم. خواهش میکنم. اونا به سمت رود راه میافتن. آرتور میگه اون داره برای هدفش میجنگه. کار خوبیه. بیو میگه هدفش قابل احترامه، اما من میخوام با یک زن زنده ازدواج کنم، نه با یک مجسمه که ازش تقدیر بشه. اونهاشن. بیو میره و پنلوپی رو میبینه. خواهش میکنم، تو نباید اینجا باشی. پنلوپی اما گوش نمیده. من حاضرم برای این هدف بمیرم بیو، راهمو انتخاب کردم. این دوستت میتونه کمک کنه، راننده ما تا شهر بشه. خانم کالهون، آقای آرتور مورگان ما رو همراهی میکنن. کالهون میگه خیلی خوبه، وجود یک مرد میتونه نتیجه مثبتی داشته باشه. خب آقای مورگان، به سمت شهر برو. آهسته برو که همه صدای ما رو بشنون. خب آقای مورگان، از قدیم تو جنبش بودی؟ آرتور میگه نه، من فقط راننده و یه محافظم، آماده برای درگیری. امیدوارم اونجا درگیری پیش نیاد. کالهون میگه این یک تظاهرات مسالمت آمیزه آقای مورگان، اسلحه خودتون رو غلاف کنید لطفا. آرتور یک جا نگه میداره و کالهون میره و شروع به سخنرانی میکنه. اون وسط چند تا مرد فریاد میزنن برگردید خونتون، اینجا جای شما نیست. کالهون فریاد میزنه ما همه دنبال آزادی و عدالت هستیم، چیزی که پدران بنیانگذار میخواستن. مرد با فریاد میگه پدران بنیانگذار، نه مادران بنیانگذار. پسر عموهای بیو در جمعیت بیو رو میبینن و میخوان باهاش مشاجره کنن. پنلوپی از آرتور میخواد که بره اوضاع رو آروم کنه. آرتور میره بیو رو برمیداره و میگه داشتیم میرفتیم، راه بیو بیو. اونا به خارج شهر راه میافتن. آرتور از تظاهرات خوشش اومده. تا به حال رأی ندادم، اما برای گرفتن حق رأی تحریک شدم. بیو تو حال خودش نیست. هیچ وقت نمیفهمم کجا جدی هستی یا کجا داری شوخی میکنی آقای مورگان. امیدوارم پسرعموهام نفهمم من با پنلوپی هستم. آرتور میخنده. همه قضیه تو و پنلوپی رو میدونم. حتی من که 10 دقیقه است اینجا هم کل قضیه رو میدونم. میدونی اگه این اطراف زیاد بمونی میتونی برای عشقت کشته بشی. بیو پول رو به آرتور پرداخت میکنه و ازش تشکر میکنه. سپس از اونجا میره. آرتور با یکی دیگه از رفقای قدیم جین کالووی یعنی امت گرینجر دیدار میکنه. تو باید امت گرینجر باشی. در مورد جین کالووی برام بگو. داریم یک کتاب مینویسیم. امت گرینجر یک رعیت بدبخت به نظر میرسه. میخوام تعریف کنم، اما فعلا درگیر گوه این خوکا هستم. موقعی که داری تمیزشون میکنی میتونم برات تعریف کنم. تو جوونی، سریعتر میتونی انجامش بدی. یالا. آرتور بیل رو برمیداره و میره سمت گوها. موقع کار گرینجر فقط از خودش تعریف میکنه. من یک آدم کش بودم، زنها، بچه‌ها، حیوانات و حتی سنگ‌ها رو می‌کشتم. پوستشون رو می‌کندم، زنده زنده دفنشون می‌کردم. آرتور حوصله‌اش سر میره. خیلی خوب، فهمیدم آدم بدی بودی. در مورد کالووی برام بگو. گرینجر میگه من گفتم داستانایی برات تعریف می‌کنم. تعریف کردم. باید در مورد من بنویسی. آرتور عصبانی میشه. میدونی چیه؟ کالووی راست میگفت. تو خالی بندی. در واقع تو هیچ پخی هم نبودی. من این گوها رو جمع کردم. پس حق دارم دوباره پخششون کنم. میره و داخل توده گوه دینامیت کار میندازه و منفجر میشه. همه جا رو گوه بر میداره. آها، ببین داره بارون گوه میباره. مرد میخواد به آرتور حمله کنه که آرتور هفتیر میکشه و میکشتش. بعد ازش عکس میگیره. آرتور به دفتر کلانتر گری میره. داش و بیل اونجا هستن. گری حسابی مست کرده. مشروبی که خورده خیلی قویه. گری در مورد جنگل قاچاقچی ها میگه که اون عرازل امنیت شهر رو از بین بردن. داچ میگه نگران نباش دوست من، کار رو بسپار به کاردان. اونا به همراه آرچیبالد به سمت جنگل حرکت میکنن. آرچیبالد افسار رو دستش گرفته. خب آقای مورگان، در مورد خانواده ها برات گفته بودم، درسته؟ اختلافات بریس ویس ها و گری ها از قدیم شکل گرفته. هر دو معتقدن خانواده های همدیگه یه چیزی رو دزدیدن، اما داستان طلا هیچ وقت ثابت نشده. کار ما هم یک سری سلسله مراتب داره. بعد از گری شما به حرف من گوش میدید تا به مشکل نخورید. در راه به یک جسد و کاروانی که بهش حمله شده برخورد میکنن. به سر جنازه تیر خورده و یه نامه تو جیبشه. آرچیبالد میگه سواران لموین لعنتی، یک سری ارتشی سابق که الان ضد قانون شدن و با بریسویت ها کار میکنن. بریسویت ها یه جورایی از عرش به فرش رسیدن و زدن تو کار قاچاق و همکاری با این عوضی ها. به جنگل میرسن و قاچاقچی ها رو میبینن. چند تاشون رو مخفیانه از پا در میارن و اونجا رو منفجر میکنن. ناگهان افراد دیگه ای سر میرسن. بعد از یک درگیری افراد باقی مونده رو دستگیر و دستبسته میبرن پیش گاری مشروب. آرچیبالد میخواد گاری مشروب رو ببره که با دیدن داچ و آرتور و بیل یکم میترسه. من معمولا اینا رو برای مصرف شخصی میبرم. حالا چرا دو تا بیشتر ببرم؟ بقیهش برای شما آقایون. ازتون ممنونم. راه بیافتید تنه لشای قاچاقچی. بیل مشروب ها رو به کمپ میبره.
داش و آرتور با هم میرن. داش میگه دیدی آرتور، اینجا شهر احمقاست، برای ما عالیه، میتونیم کلی پول به جیب بزنیم. آرتور خندش میگیره، حالا شدی همون داش جوون سابق. داش میگه سابق؟ من هنوزم جوونم، بیا تا کمپ مسابقه بدیم. اونا با هم مسابقه میدن و به کمپ میرسن. داش میگه ثابت که تو فرار کردن عالی هستی آرتور. آرتور میخنده و میگه بهم ثابت شد 39 سال کندت کرده داش. داش از آرتور تشکر میکنه، تو مثل پسرم نیستی، تو خود پسرم شدی آرتور، به همون خیلی خوش گذشت. آرتور میبینه که میسی ادلر و پیرسون دارن با هم دعوا میکنن. ادلر که من از انجام کار تفره نمیرم، ولی سبزی خورد کردن کنار این عوضی حالمو به هم میزنه. من و شوهرم همه کار میکردیم، من میتونم شکار کنم، از سلاح استفاده کنم. آرتور میگه باشه با من راه بیفت، فقط یادت باشه ما فقط شکار نمیکنیم، بلکه شکار میشیم، اونم توسط آدمای مسلح. پیرسون یک لیست خرید و یک نامه برای پست بهشون میده. اونا به سمت شهر راه میافتن. ادلر توضیح میده که اون و شوهرش برای حفاظت از زمین ها همه کار میکردن. اون نامه پیرسون رو میگیره میخونه. اینجا رو باش، هنوز ازدواج نکردم ولی خاطرخواه زیاد دارم. تا حالا به جز فاحشه با کسی هم بوده؟ آرتور میگه خب همه ما یه جورای خودمون رو پشت چیزهایی به قایم میکنیم. اون اسلحه رو غلاف کن، ما از مردم بدبخت دزدی نمیکنیم، فقط از آدم کشا و قاتلا. برو لیست خرید رو تهیه کن. آرتور میره نامه رو پست میکنه و برمیگرده. بعدش راه میافتن. در راه عده‌ای مسلح مزاحمشون میشن، اونو باهاشون درگیر میشن. ادلر در کار با سلاح خیلی خوبه. آرتور میگه کارت خوب بود، ولی نزدیک کمپ نباید دردسر درست کنیم، این دفعه رو نمیذاریم داش متوجه بشه. به کمپ برمیگردن و لیست خرید پیرسون رو بهش میدن. پیرسون از آرتور تشکر میکنه. برای شنیدن ادامه داستان به پارت بعدی مراجعه کنید. همچنین شما می توانید برای درک بهتر داستان ویدیو گیم پلی کامل بازی رو در لینکی که پایین ویدیو قرار خواهیم داد مشاهده کنید.